یعنی از غذا این قب ها توسط خودی ها صورت می گیرن. آقا من چیز به شما بگم من یه بررسی یه بار کردم دیدم بدترین قب ها در کشور ما توسط امنیتی های ما صورت گرفت شما بیا جریانات مختلف رو تو کشور نگاه بکنید خوب و بعدش کار ندارم و چرا چون این امنیتی یه سر ویژگی ها دارن یک باهوشن هر پخمه رو که نبرن تو اطلاعات که از زرنگ و باهوش بشه دو یه اطلاعات به دست میارن وقتی اونجا دارن کار میکنن سه بازنشست میشن بای بای میرن بیرون دیگه نمیشه کارشون بکنی قوانین هم ایراد داره تو کشور اروپایی تا 75 سالگی بعضن باید اینا تحت نظارت میمونن حق ندارن کاری بکنن تا 75 سالگیشون یه پیر شدم یه خود برخونتون اینا تازه جامعیت پیدا کردن همچین کاربلد شدن سی سالشون تموم میشه میان بیرون دیگه هیچه. فساد خیلی ها رو خبر دارن چون تو اطلاعات بودن از خیلی آتو دارن کلی هاشون آدم ها خوبی هنو. خدا پدرشون رو بیا زحمت دارن میشه مملکت جلوی اما بعضیا از اینا آیا آشنا اطلاعاتی آی سعید حجاریان اطلاعاتی مشایخ بقایی اطلاعاتی نمیدونم از زمان مذاکرات مکفارلین وردی نژاد اطلاعاتی میبینه عجب چه جالب وقتی اطلاعاتی میشه مشاور رسانه یه, یه کاندیدا تمام عملیات روانیایی که باید سر دشمن پیاده میکردن سر ملت خودمون پیاده میکنن میشه اوزمام دیگه هم همین من یک جلسه داشتم با یکی از همین نهادهای نظارتی روی این اطلاعاتیا نهاد حفاظتیشون برگشتم گفتم آقا جان چیکار میکنی؟ آقا ما چیکار کنیم سی سالش تمام میشه دیگه دی زیر نظر ما نیست میتونه بره نماینده مجلس بشه میتونه بره وزیر بشه میتونه سفیر بشه بره. همین الان شما نصف کابینه دولت رو نگاه کنید اطلاعاتیان آی ربی اطلاعاتی شریعت مدار وزیر صنعت مدن و رفاه اطلاعاتی آیا آخوندی از همون ابتدا وزیر مسکن را شهرسازی بود همون ابتدا معاون امنیتی وزیر کشور زمانی که با جناب شاه نوری وزیر کشور بود خیلی فراوان آیا حالا نه چون اطلاعاتی هیچ کاری من حرفی هم حرفی نمیزنم ها کار بکن خیلیشون آدم خوبی هن. دارن کارم میکنن زحمت دارن میکشن مونتا فراموش نکن دسترسی هایی که این داشته و راک چارایی چارهایی که این بلده هر آدم عادی بلد بگید نیست اینا اراده میکنن پولار بشن پولار شدن ها اینا همه سوراخ سنبه های قانونی رو بلدن پنجات تا پرونده فساد زیر دست خود طرف بوده